سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع مدیریت زمان، جلسه ششم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از موجوداتی که در عالم امکان ما دائما با او سر کار داریم، وجود شیء با هیبت و با عظمت و مقتدر به نام زمان هست. زمان همان چیزی است که بیرحمانه و بدون یک ذره انعطاف پذیری ما در محضرش قرار داریم، ما رو پیر میکنه، فرصت به ما میده، فرصت از ما میگیره. ویژگی هایی داره که باید ویژگی هاش رو به خوبی بشناسیم تا بتونیم باهاش خوب رفتار بکنیم. چند تا ویژگی درباره زمان روزهای قبل خدمت شما عرض کردم. یه ویژگی دیگری رو هم درباره زمان امروز عرض کنم. زمان شاهد ماست و این یکی دیگه از ویژگی هاست، مثل مکان که شاهد ماست. و خیلی خوب انسان زمان رو یک موجود زنده تلقی بکنه. واقعا ما با زمان میتونیم حرف بزنیم، زمان هم با ما حرف میزنه. این مطلبی که بنده دارم خدمت شما میگم یه مطلب تخیلی نیست، یه مطلبی که اهل حکمت و عرفان مثلا احیانا برای تنبه ما ساخته و پرداخته باشن. این روایته که هم زمان با انسان حرف میزنه و هم امیرالمومنین علی علیه السلام با زمان سخن میگن. زمان قطعات مختلفش که از کنار ما عبور میکنه واقعا اون چند لحظه رو با ما زندگی میکنه، لحظه های ما رو ثبت میکنه و عبور میکنه تا روز قیامت دوباره اون رو ببینیم. نمونه ای از این مکالمات رو دوستان اگر دقت بکنن خیلی مفید خواهد بود. ما باید زمان رو زنده و شاهد تلقی بکنیم و با زمان ارتباط بگیریم. در اصول کافی امام صادق علیه السلام میفرماد ما من یوم یأتی علی ابن آدم الا قال له ذلک الیوم. هیچ روزی بر انسان نمی گذرد مگر اینکه این روز با انسان سخن می گوید. یبن آدم انا یوم جدید. آدم، من یه روز جدید هستم برای تو. عشان اینا رو میگه به آدم هر روز صبح. و انا علیک شهید. من شاهد تو هستم. فقل فی خیرا. در من حرف خوب بزن. و عمل فی خیرا. در این روز جدیدی که من هستم با تو هستم کار خوب انجام بده. اشهد لک بهی یوم القیامه. روز قیامت شهادت بدم برای تو. فانک لن ترانی بعدها ابدا. تو هرگز دیگه منو نمیبینی. اون روزهای دیگری که میبینی روزهای دیگه هستن. اصلا دیگه من رو نخواهی دید. وقتی که زمان هر روز صبح چنین ذکری رو با ما داره، این صبحگاهی که توی پادگان هست، ما یه کمی تأمل بکنیم شاید بشنویم و خیلی متأثر میشیم. اینا خیال پردازی نیست بلکه یه واقعیته. ما اساسا باید بدونیم ما در جهانی پر از موجودات زنده زندگی میکنیم، مثل این فرشته هایی که ثبت میکنن اعمال انسان رو. جای راحت نداریم ما تو دنیا به اون معنایی که ما تلقی میکنیم.
حتی تو خیال خودمون هم ما خلوتی نداریم. ما در خیالات خودمون مگه خلوتگاهی داریم که اونجا راحت باشیم؟ آدم باید احساس بکنه در میان یک لشکر شاهد حضور داره. حضرت آیت الله العظما بروجردی رضوان خدا بر او باد در خاطراتشون می‌دیدم که فرموده بودن من رفت و آمد این ملک‌هایی که مأمور هستن بنویسن اعمال ما رو، پستشون عوض می‌شد می‌فهمیدم. ایشون می‌فرمودن من جوونی‌ها رفت و آمد این فرشته‌ها رو متوجه می‌شدم. ما در محضر خداییم که به جای خودش محفوظ، در محضر خیلیاییم. ما با دست و بالمون هر رفتاری میکنیم، این دست و بال ما هم زنده هستن و جدای از ما هستن. روز قیامت بعضی از قسمت‌های بدن ما از ما شکایت میکنن. حس حضور خیلی ها در کنار ما راحتی ما رو از ما میگیره. آقا این حرفای شما زندگی رو تلخ میکنه. بله، این شیرینی علکی زندگی رو میگیره، یه تلخی جاش میگذاره، ولی بعد به مرور به یک شیرینی حقیقی میرسی که دیگه از این تلخی عبور بکنی به اونجا خواهی رسید. وقت اون شیرینی، شیرینی حقیقیه، نه شیرینی غفلت. آدم بابایی‌ها رو نگاه بکنه بگه ببین چقدر راحته، کاش منم مثل این بودم. یعنی چی؟ آدم حیوان باشه برای اینکه راحت باشه؟ نه، خوبه انسان باشه و راحت باشه. بابایی خیلی غافل، خیلی نادون، خیلی جاهل، از سر نفهمی راحت. بغل دستیشو سرشو میبرن، این راحت علف میخوره ادامه میده. اصلا این خیالش نیست. ما میخوایم مثل او راحت باشیم؟ خب طبیعتا نه. این از سخنان زمان به انسان. اما سخن امیرالمومنین علی علیه السلام با زمان چگونه است؟ و کان علی علیه السلام اذا امسا یقول. وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام شب میشد میفرمود که مرحبا باللیل الجدید، خوش آمدی ای شب جدید. با زمان صحبت میکنه. و الکاتب شهید، و نویسنده‌ای که شاهد زمان هم همین طور هست. اکتبا على اسم الله ثم یذکر الله عز و جل. شب که وارد می شد می فرمود که خب من سلام میدم به این شب جدید، سلام میدم این فرشته های جدیدی که اومدن، خب بنویسید به نام خدا، بنویسید. بهشون میفرمود شروع کنید بنوشتن. اعمال منو میخواید بنویسید، با بسم الله شروع کنید، با بسم الله شروع کنید. بعد شروع میکرد ذکر گفتن. شاهد باشید من دارم ذکر خدا رو میکرد. جدی گرفتن زمان یه مرحله ایست که هر کسی رشد بکنه به اینجا خواهد رسید. ما خیلی چیزا رو جدی میگیریم، اما اونایی رو که باید جدی بگیریم معمولا جدی نمیگیریم. در روایت هست که میفرماید ان الله یقول، خداوند متعال درباره زمان این حرف رو به انسان میزنه. یبن آدم فی کل یومن یؤتا رزقک، در هر روزی رزق تو میرسه. و انت تحزن، ولی تو بازم ناراحتی، دلنگرانی، بالاخره هر روز ما رزق تو رو دادیم ولی بازم قصه میخوری. و یعن قصم من عمرک، هر روز یه چیزی از عمر تو کم میشه. و انت لا تحزن، ولی تو محزون نمیشی. این حرفیست که خدا هر روز با آدم میزنه. بابا ما که هر روز روزی تو رو میرسونیم، قصه روزی رو میخوری. هر روز ما داریم یه روز از عمرت کم میکنیم، تو قصهشو نمیخوری. ما نمیدونیم تو قصه چی باید بخوری، قصه چی نباید بخوری. این بیتوجهی ناشی از نادانی انسانه به خدا قسم. که آدم باید برای چی قصه بخوره، برای چی نباید قصه بخوره.
خدا بهمون توفیق بده برای اون چیزایی که باید قصه بخوریم قصه بخوریم، بعد خداوند متعال جبران میکنه. قصه بخوری برای روزی، خداوند متعال میفرماد نگاه کن به من ایمان نداره، نگاه کن این کفر میشه. قصه بخوری برای زمان، خدا میفرماد نه عزیز دلم جبران میکنم برات، نازی ابی نداره، حالا دیگه اینجوریه دیگه، انشالله میبرم یه جایی که دیگه قصهشو نخوری، میبخشمه قصهشو نخور، یه جورایی برات نواقص زمانی که از دست رفته رو جبران میکنم، برکتشو عوضش زیاد میکنم، انقدر دل دارید میده که حد و حساب نداره. آخه آدم چرا باید قصه ای بخوره که از راه درگاه خدا دور بشه، در حالی که میتونه قصه بخوره که به خداوند متعال نزدیک بشه. مثل کسی که از سر حسادت قصه میخوره، خودشو نابود میکنه، دینشو نابود میکنه، آینده خودشو تباه میکنه، گذشته خودشو سیاه میکنه. ولی یه کسی از سر محبت قصه بخوره، دلش میسوزه برای دیگران قصه میخوره، آخه چرا من ندارم بهش کمک کنم، نورانی میشه، هی قصه میخوره هی نورانی میشه، اون حسوده هی قصه میخوره هی سیاه میشه، این هی قصه میخوره از سر محبت هی نورانی میشه. قصه قصه است دیگه، اما این کجا و آن کجا. خداوند متعال دیگه صداش در اومده، میفرماد هر روز من روزیتو میدم، بازم تو قصه روزی میخوری؟ بعد هر روز یه روز الان از عمرت کم میکنم مثلا قصه نمیخوری؟ آخه چجوری آخه داری زندگی میکنی؟ ما ارتباطمون با زمان باید یه ارتباط اینجوری باشه. یکی دیگه از ویژگی های زمان که حالا باید کم کم جمع کنیم صحبتمون رو، دو سه روز باقی مونده رو انشاءالله به برنامه ریزی برای زمان بپردازیم، این است که زمان خیلی سریعه. قبلا میگفتیم زمان کوتاهه، زمان بیرحمه، زمان حتی چی بگم تعبیر نارساییه، زمان دزدی میکنه از آدم، یعنی دزدی کلمه خوبی نیست، چی بگم، فرصتهای کوتاهی رو بهمون میده زمان، ما میگیم سب کنی یه وقت مفصل، همونو ازت میگیره، سلب کننده است، سلب کننده یه فرصت هاست زمان، فقط دهنده یه فرصت ها نیست. و زمان شاهده. و یک ویژگی دیگه از زمان رو هم عرض بکنم، زمان خیلی سریعه، سرعتش خیلی بالاست. ما دانش آموز بودیم میرفتیم کوه، یه معلم خدا خیر بده این ما رو میبرد کوه، بعد کوه هم که میرفتیم تفریحی نمیرفتیم، اخیراً که با دوستان مختلف میریم کوه میبینیم که نه نمیشه، باید تفریحی رفت، کسی طاقت غیر تفریحی کوه رفتن رو نداره، ضمن اینکه خودمونم حالا اون ناونفس رو نداریم که یه ستون کشی خواستیم بکنیم توی کوه خودمون بکشیم ببریم، مگر اینکه مثلا بدیم دسته کسی بگیم آقا اینا رو ببر بالا، ما رو به ستون میکرد و میرفتیم. بالاخره عشق ما در میومد، هر دفعه میگودی آخه ما چرا اومدیم، صبح زود بگی بخواب، دفعه بعد بازم نفر اول بودیم تو صف، میگفتیم نه ما میه، اینو دیگه نمیتونستیم تحلیل بکنیم که چجوری ما اونجا ناراحت میشیم از این همه سختی های کوهنوردی. ایشون یکی از کارهایی که تو کوه میکرد من هرگز یادم نمیره این بود که بچه ها کتونی معمولا داشتن دیگه، میگفتش که بند کتونی تو باز کن ببند، و این توصیه خیلی هولناک بود، برای اینکه شما بند کتونی تو باز کنی ببندی ستون رفته، بعد میخوای چجوری بهش برسی، تو همین الان که با ستون همراهی میکردی نمیکشیدی، اونا که نمیان تفریحی وایستن که، حالا یه جاهایی هم یه چند لحظه می ایستادن و دوباره حرکت میکرد ستون. آقا به یکی پیشنهاد میداد امروز تو بنده کفشتو باز کن ببن، نه باز کن ببن، باز کن ببن، دیگه این بیچاره میشد، باز میکرد میبست، و تا اون نقطه نهایی که میومدیم این دیگه به ستون نمیرسید، میرسید وقتی که ستون
یه لحظه متوقف شده برای استراحت، بعد دوباره حرکت میکردن، این دیگه اون حرکته ازش سلب میشد تا اونجا اثرش باقی میموند. بعد میرسیدیم بالای کوه به اون پناهگاه، میگفتش که خب دیدی چند دقیقه طول کشید، مثلا یک دقیقه یا فوقش دو دقیقه طول کشیده این بنده پوتینشو یا کتونیشو باز کرده. گفت دیگه تونستی جبران بکنی؟ گفت نه. گفت تو شهرم همینه، هر وقتی رو که تلف میکنی دیگه نمیتونی جبران بکنی، ولی تو شهر نمیبینی اینو. اینجا این ستونی که داره میره، این زمانی که داره میره، ظاهرش این ستون رو فیلم برداری کنیم میگه ستون چقدر راحت آروم داره میده، ظاهرش اینجوریه. برو باهاش ببین نفست بند میاد، سربالایی همین آروم رفتن، یه لحظه توقف کنید دیگه جا میمونی برای همیشه. جانم به اون روایتی که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود، روزهای اول دوم بود برای شما خوندم که از نشانه های شخصیت یک انسان و بزرگواری یک انسان که این است که گریه کند برای زمانهای از دست رفته، زمانهایی که ازش خوب استفاده نکردیم. خدایا اونها رو برای ما میتونی برگردی جبران کنی؟ مبدل از سیئات بالحسنات است پروردگار عالم، میتونه بدیها رو به خوبی تبدیل کنه. زمان رو ما باید خیلی سریع بدونیم. یکی از چیزهایی که موجب میشه زمان خیلی سریع در نظر ما بشه، اتفاقهای هولناک و سنگینی است که در پس زمان برای ما رخ خواهد داد. مرگ اینقدر با عظمته، اینقدر تغییر اساسی است در حیات بشر، اصلا تغییر نمیشه گفت، تحول بگو، تحول نمیشه گفت، اسمشو میذارن نابودی، بودی نابود شدی، اصلا اسمش تحول نیست، اسمش فراتر از تحوله. مرگ رو آدم بهش توجه بکنه، واقعا دیگه فاصله انسان با مرگ چقدر اهمیتی نداره، یه دفعه زمان کوتاه میشه، زمان سرعتش خیلی بالاست، چشم به هم بزنی زمان عبور کرده. و ما باید همیشه در ارتباط با زمان همین احساس رو داشته باشیم، احساس کنیم خیلی سریع داره عبور میکنه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که همیشه در اوقاتمون مشغول فعالیتیم، مشغول استفاده کردن از زمان هستیم. و این عین عبارت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه شریف است که میفرماید المؤمن مشغول وقته، مؤمن وقتش مشغوله، مؤمن رو بیکار نمیتونی پیدا بکنی، داره یه کاری میکنه، اگه چند تا کار با هم در آن واحد نکنه حتما داره یه کار انجام میده. این که ما زمان رو دارای سرعت بدونیم، بله یه مقدار آرامشمون گرفته میشه. من خدمت شما عرض میکنم این آرامش هایی که از ما گرفته میشه همه آرامش های علکیه، همه آرامش هایی است که ضربه میزنه به انسان. با آدم ها شما در میون بگذارید، بگید که وقتی شما زمان رو سریع تلقی نکنی خیلی آرومی، ولی این آرومی آرامی آرامش ببعیواره، خیلی لطمه میزنه، مثل تنبلی یک کسی که تکون نمیخوره از جاش و جسمش رو نابود میکنه، در اثر ورزش نکردن، در اثر تحرک نداشتن، در اثر وزن برداری نکردن، در اثر ندویدن، در اثر بالا نبردن ضربان قلب، در اثر بسیاری از این فعالیت ها داره جسمش رو نابود میکنه. این آرامش رو بریزیم دور، خواهش میکنم، آرامشی که حالا وقت داریم، آرامشی که حالا زمان آروم میگرده ما بهش میرسیم، آرامشی که ما حالا میتونیم جبران کنیم، ابدا نمیتونیم جبران کنیم، اینو بریزیم دور، این آرامش رو تصمیم بگیریم با این آرامش خداحافظی کنیم. آقا بعد یک اضطرابی میاد سراغ ما، اون اضطراب رو بعد میشه حلش کرد، اون اضطراب رو فقط با پروردگار عالم حل میکنیم.
دقیقه یه دفعه بده به خدا بگی خدا رحم کن، رفت این زمان، خدا رحم کن نرسیدم بهش، خدا جبران کن اینم از دست دادم. بده ما بعضی وقتا میخوایم یه جوری زندگی کنیم که از خدا خلاص باشیم. یکی از دلایل معنویت بچه ها تو جبه ها همین بود، هر لحظه باید میگفتن خدا، چون چیزی نبود دیگه، ترکش میومد تیکه پارش میکرد، هر لحظه باید میگفت خدا. یه مدتی هر لحظه وقتی شدیدن و عمیقا میگفت خدا، برمیگشت کوه نور شده بود، اصلا آدم حس میکرد. اولاش یه مقدار سخت بود، بعد کم کم آرام میگرفتی، بعد کم کم برمیگشتی از جبهه از خط، دیگه لازم نبود بگی خدا. الان شما الان تو از اینجا تو در مسجد میرید لازمه بگید خدا؟ نه، خدا خدای کارتو بکن، ما داریم میریم، مشکل نیست. هر لحظه گلوله مگه داره میاد؟ نمیگی خدا، مزاحمش نمیشی، میگی خدای ما راحتیم، شما هم راحت باش. یه وقتایی میگیم خدا، میگیم خدای کی میشه، ما اینقدر خدا خدا نگیم. ما موجود جالبی هستیم، راحتی رو در این میبینیم که خدا خدا نگیم. بذارید سرعت زمان برای ما استرس بیاره، این استرس رو با خدا خدا گفتن برطرف کنیم، بعد به یه آرامشی میرسیم، اون آرامش که در اثر خدا خدا گفتن مداومه، دیگه آرامش ببعیوار نیست، آرامش نابود کننده نیست، آرامش تعالی بخشه. مثل یه آدمی که شنا بلده، داره شنا میکنه، چون شنا بلده آرومه، با خیال راحت دست و پا میزنه و میره جلو. این آرامشی که پروردگار به اصطلاح شناگر داره مال چیه؟ مال که شنا بلده. به به کیفم میکنه، خستم میشه اونور در میاد میگه آخه چه شنایی که این مفصل. بعد یکی شنا بلد نباشه، هم دست و پا زدنش خستش میکنه، هم مثلا استرس میکشدش وسط عمیق که میره، میگه تو رو خدا منو بکش کنار، بریم جای عمیق. شنای ما خدا خدا گفتنه، جای عمیق نگو استرس داره، شنا بلد باش. جای عمیق با خدا خدا گفتن انسان عبور میکنه. اگر شما استرس نداشته باشید، در اثر استرس های سرعت زمان نرید در خانه خدا، وقت بعضی وقتا میخوایی ذکر بگی چجوری ذکر میگی؟ بذار من دیگه پته خودمون رو بریزم رو آب، چجوری ذکر میگیم؟ خب خدایا، از سر سیری ذکر گفتن، سبحان الله، خوبه کیف کردی ذکر تو گفتم، میخوایی که دیگه هم میگم الحمدلله، صفا میکنی ها، من ذکرتو میگم. این سرشار از عجبه، این ذکر نیست، عبد مولاشو صدا میزنه آویزان باید باشه. اصلا این ذکر همون اول معلومه زیاد نور نداده، عجب خیلی مهمه. ولی وقتی که گداوار ملتمسانه ذکر بگی خدایا خدایا خدایا، من چه بدبختی دارم اینجوری ذکر بگم، مگه گلوله داره سر من میباره که من میگم خدایا من یه وقت ترکش نخورم؟ نه، سو همین سرعت زمان، بذارید سرعت زمان یه استرسی رو براتون ایجاد کنه، اینکه این زمان دیگه بر نمیگرده یه غمی رو درت بتون ایجاد کنه، بعد اینو برید در خونه خدا، چه شبه اینقدر قشنگ میشه، یه نیروی، یه عنصر وابسته به پروردگار عالم میشی. خونه ملکی بهتره یا خونه مستاجری؟ بفرمایید. ملکی، خب همین میگم ملکی دیگه، اما تو روایت داره خونه مستاجری راحت تره. ما ها عادتمون رو میخوایم همه چیز رو مالک بشیم تا خیالمون راحت باشه. خدا میفهمن نه، تو مالک نیستی، خیالت راحت نباشه، من مالکم. مستاجر خوب صاحب خونه ای هستی، بیا از این
با خیالت راحت باشه. میگیم خدایا ببین ما رو درد سر نده، در خدا بده دست خودمون، حالا شما هم قبول داریم، ولی حالا بده دست خودمون. ما میگه خب دست من باشه چه اشکال داره، من که خیلی صابون خوبیم، خیلی مالک خوبیم، نترس، کم نمیکنم ازت. میگه به خدا ببین داستان میشه، حالا بده خودمون باشه خیال راحت. ما دوست داریم همه چی مالک باشیم تا خیالمون را آسوده باشه، اما ما مالک نیستیم. واقعش اینه که مالک نیستیم. حالا من در ارتباط با خونه حرفی ندارم، با خونه مالک باشیم ببین نداره، گرچه خونه مستجری راحت تره تو روایت فرمودن. منتها حالا در مثل مناقشه نیست، ما به اونجا کاری نداریم. ما مالک زمان نیستیم، نباید از احساس مالکیت آرامش پیدا بکنیم. احساس مالکیت آرامش میاره، نباید از این احساس مالکیت آرامش پیدا کنیم، چون اساسا ما مالک نمیشیم هیچ وقت، ما مستاجریم همیشه، درباره همه چی مستاجریم. نذاریم خداوند متعال با بلا ما رو این حرفا رو بهمون حالی بکنه. جمله اول دعای ابو حمزه صماری رو بخونیم با هم. الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، منو با عقوبتت ادب نکن. با اینکه همه چیزو هم من بگیری، به من نفهمون که من مالکم، ما همینجوری بفهمیم تو مالکی. بعضی خب نمیفهمن، باید خدا همه چیزشون ازشون بگیره تا اینا متوجه بشن که خدا مالکه. الهی لا تعذبنی به عقوبتی، جمله اول دعای ابو حمزه صومالی. خدایا با گرفتن زمان از ما به ما نفهمون که زمان دست توه، زمان دست ما نیست. با بالا بردن معرفت ما به ما این رو بفهمون. ما رو با چوب ادب نکن. والبهائم لا يتأدب الا بالضرب، چهار پایان فقط با چوب ادب میشن. منو آدم تلقی کن، منو با چوب آدم هم نکن. اینجاست که برخی از روایات درباره جوانها مزه میده آدم یادآوری کنه اون روایتها رو. من دیدم آدماشو، شما هم حتما دیدید، خود جوانهایی که جلسه هستن شاید جزء همین آدم ها باشن، کم و بیش هستن الحمدلله. بعضی وقتا آدم این حرفا رو دوران پیری بهتر میفهمه، میبینه که عمر چه مثل باد گذشت. الان از محاسن سفیدای جلسه بپرسید، یه عمری نبوده، مثل برق و باد گذشت. وقت جوونی اینو بفهمه چی میشه اون جوون. خدا بین ملائکه به او افتخار میکنه، همه رو جمع میکنه، بیاد این را کنی، میفرماید خیر و شباب کم من تشبه به کهول کم، بهترین جوانای شما اونایی هن که شبیه پیرمردان. حالا پیرمرد پیرزن، زن و مردش فرق نمیکنه، مسنتران بنز اونا میفهمن. چون مسنتران میگن عجب این زمان بیرحم و سریع گذشت. همون جوانه 18 سالشه، این زمان عجب بیرحم و سریع میگذرد. بابا تو هم اینو فهمیدی؟ بله این فهمیده، چه اشکال داره؟ خودش فهمونده. لا تو عدبنی با عقوبتک، با پیر شدن اینو نفهمیده، با معرفت، با آرامش اینو فهمیده. برای اینکه آدم این معانی عمیق رو بفهمه نیاز به یک زندگی آرام داره. من میگم تا نشستی تو ماشین بلافاصله یه چیزی روشن نکن، آروم باش، فکر کن، هی سرصدا، مثل که آدم هی مدام بخوره یه چیزی رو، معده آدم نابود میشه آدم مدام بخوره. بین دو وعده غذایی من چیزی نخورید، بذار معده کار خودشو بکنه. یه غذای جدید میاد، گیج گرگی میگیره، میگه چی شد، من اینو چیکار کنم، اون قبلی رو چیکار کنم، کدوم بفرستم بره، کدوم نگه دارم، هیچی در هم قاطی اون که دست نداره که جدا کنه، که هیچ به هم میریزه. اما شما بین وعده های غذایی غذا نخورید. برای گوش هم همینجوریه، برای چشم هم همینجوریه، هر چیزی رو وارد نکن، مدام همینجوری، آروم باش، چه خبرش رو بگو میکنی.
بذار یه اصواتی رو هم که تو عالم هست بشنوی، شاید صدای خدا رو شنیدی به فرمود که چرا تو اینجوری هستی، یه روز ازت میره قصه نمیخوری، ولی روزی که من دارم قطعا بهت میدم هر روز، او من تضمین کردم روزی بندم و اونو قصهشو میخوری، ولی هر روزو من دارم میگیرم اصلا اونو قصهشو نمیخوری. آخه تو کجایی؟ چیلی وایستادی؟ عقب عقب داری راه میری؟ انشالله خداوند متعال به ما توفیق بده فرصتهای طلایی رو ازش استفاده کنیم. انشالله خدا با بلا ما رو متوجه ارزش زمان نکنه. بگم آمین بگید قشنگ. خدایا ما رو با بلا متوجه ارزش زمان نکن. خدایا ما رو با پایان یافتن عمر متوجه ارزش عمر نکن. خدایا جوانهای ما رو در دوران جوانی متوجه سرعت زمان قرار بده. وای اون جوان چی میشه متوجه سرعت زمان شده؟ تو جوانی 20 سالگی متوجه سرعت زمان شده، میگه وقت ندارم، وقت ندارم. میشه این حرفا رو تو مدارس آموزش داد؟ تو دوران راهنمایی مثلا، تو دوران دبستان آموزش هر روزه این جوان براش جا بیفته این مسئله، خط قرمزش باشه؟ میگه تفریح به جای خودش، ولی زمان از دست میره. زمان من چیکار کنم؟ این زمان دیگه بر نمیگرده. انشالله آرامش های کاذبمون از بین بره، جاش استرس های آرامش دهنده بیاد، بعد آرامشمون بعد از اون استرس های بجا، نه استرس از نرسیدن روزی، استرس از سرعت زمان، اون استرس رو با ذکر خدا برطرف کنی. بگو انشالله. هر زمانی که بر انسان میگذره یه آثاری رو برای خودش به جا میگذاره، خودش گذشته ولی یه سری آثار و تبعاتی رو برای خودش به جا میگذاره. خوب استفاده کرده باشی یا بد، بد استفاده کرده باشی تبعاتش گریبانگیر تو میشه. استغفار برای همینه. خوب استفاده کرده باشی چی؟ اونم دو حالت داره. خوب خوبم از زمان استفاده کرده باشی باز یه تبعاتی رو به جای خواهد گذاشت که اون تبعات گردن تو میگیره، اذیتت میکنه. بپذیر زمانه دیگه. من که گفتم اون روزای اول درباره بیرحمی زمان، خیلی این زمان بیرحمه. آقا خوب استفاده کردی، خوب استفاده کرده باشی زمان چه تبعاتی داره؟ ها دیگه مثال بزنم، شرح مفصل ندم، بماند برای یه وقت دیگه اگه شد. زینب کبری سلام الله علیها از زمان خوب استفاده کرده، درسته؟ همه نشست و برخاست و گفت و شنودش با حسین علیه السلام بوده است. حالا حسینش رو از دست داده، مگه میتونه بدون حسین زندگی کنه؟ از زمان خوب هم استفاده کنی یه انسی بین تو و بعضی از پدیده ها و اشیاء عالم ایجاد خواهد کرد، بعد این انس چی کارت میکنه؟ هلاک میکنه انسان رو. یه انسان تا نره اون دنیا آروم نمیگیره. زمان میگه میل خودت، میخوای با بدها انس داشته باشی نابودی، یه برو. میخوای با خوبها انس داشته باشی بیچاره میشی، آتشی وجود تو رو فرا خواهد گرفت که نکن. آدم واقعا نمیدونه چی کار کنه با این زمان، ولی به نفعه که آدم با خوبها انس داشته باشه. با خوبها انس داشته باشه عمرشو دیگه از دست نداده، ولی یه غم خوشگلی تو دلش میاد. لحظه های آخر جان دادن، دوران پیری، میگه به هنگام پیری مرا آنم ز پیش که صرف تو کردم جوانی خیش. با یه دلی اینو میگه ها، باید زمان بگذاری تا اینو بگی. نمیشه که الکی گاهی سر بزنی که صرف تو کردم جوانی خیش، عمرم رو در راه تو دادم. اینو بتونی بگی یا یه غم خوشگلی پشتش هست،
به اندازه یه نهر آب استعداد داره اشک آدم رو جاری کنه. غم خوشمزه قشنگ عاشقانه چقدر زیباست. بله با در و دیوار و کوچه و همسایه و بدیها هم اونس پیدا کرده باشی، بله اونم بیچارت میکنه. زمان اینجوریه. ولی با خوبی ها اونس بگیرید. با خوبی ها که اونس گرفتید یه عمر میارزه آدم با خوبی ها در اثر فراغ خوبی ها گریه کنه. چه گریه مشتی قشنگی میشه. زینب کبرا سلام الله علیها یک سال و نیم گریه کرد بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین از دنیا رفت. دیگه نکشید. حسین جان من چقدر در فراق تو گریه کنم. آب شد، تمام شد، رفت. رباب یک سال گریه کرد در فراق شوی خودش حسین. آب شد، کباب شد، رفت. اما این کسی که مقدر بود سالیان طولانی که عشق بریزه در فراق حسین، امام سجاد علیه السلام بود. 30 خورده سال انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد. بعد از 10 سال به امام سجاد گفتن آقا بس نیست دیگه گریه نکنید، بس دیگه. چه گریه هایی میکرد. آب میدید گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد، قنداقه 6 ماهه میدید گریه میکرد. همه صحنه ها براش تداعی کننده بود. اهل بیت همه اینجور بودن. از جلوی امام صادق علیه السلام چند تا بچه کوچولو از نوای خودش دویدن رد شده. آقا زد زیر گریه. گفتن آقا چرا گریه میکنید؟ فرمود ما اهل بیت دیگه هر بچه کوچولویی رو میبینیم یاد بچه کوچولوهای حسین تو کربلا میفتیم. امام صادق که اصلا ندیده اون صحنه ها رو. امام سجاد ما هر چی داریم از شما داریم. ما اجداد ما رو امام سجاد میبرد خونش، غلام بودن دیگه، میبرد. بعد اینا با عشق و گریه امام سجاد 1 ماه تا 1 سال آشنا میشدن. بستگی به ظرفیت افراد داشت. بعد آزادشون میکرد در راه خدا. این غلام ها خب اکثرا ایرانی بودن دیگه. اینا برمیگشتن خونه هاشون آزادم شده بودن. مثلا شبیه دوره سربازی. ازشون میپرسیدن از اسلام چی فهمیدی؟ میگفتن ما خفقان بود تو مدینه نمیشد حرفی زد. فقط یه آقای بود انقدر گریه میکرد برای پدر نازنینشون سه. انقدر عشق میریخ. خیلی آقای نازنینی بود. یکی از صحنه‌هایی که امام سجاد میدید و گریه میکرد ابی نداره، ظهر ماه رمضانه، بذارید روزه‌شو براتون بخونم. یه کمی شما امروز بهتر میتونید بفهمید. چند تا صحنه بود امام سجاد میدیدن گریه میکردن. شنیدید همتون. چند تاشو گفتم. مثلا حتی گوسفندی رو سر میبریدن، آقا مینشست گریه میکرد. خب اینها دیگه صحنه‌های دلخراشی است که زیاد هم گفته شده. در یک روایتی من دیدم امام سجاد غذای تبخ شده پخته گرم می آوردن و پوشو می زد کنار. اینقدر گریه می کرد، اینقدر گریه می کرد. چرا؟ شاید به این دلیل باشه در راه که بچه های حسین رو می بردن به کوفه و شام، سربازای یزید غذا برای خودشون درست میکردن. بوی غذا به مشام بچه ها میرسید. به بچه های حسین غذا نمیدادن، میگفتن بذارید اینا از شدت گرسنگی دست گدایی جلو مردم دراز بکنن. ما ببینیم بچه های علی ذلیل شدن. علی لعنت الله علی القاضی.